شرح تو زیر مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس، آنچه مطلبش بود به بطن شرعی و اباحه و صید و شکار، جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت آقا امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل لولی یک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. از کربلای معلا و از استدیو بین الحرمین برنامه توضیح المسائل رو طبق معمول بعد از اذان ظهر و عصر کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. سلام علیکم، جا خیلی خوش اومدید. علیکم السلام، در خدمت هست. خدا حفظتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم عجل لسيدنا العزيز الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که هم اکنون از جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستم. بله، خدمت از بنده است. 2096-74-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساب سوالات شعریتون رو برای ما بفرستید و از طریق برنامه منتظر جواب باشید انشاءالله. دوستانی که مکررن پیام میدن سوال ما پرسیده نشد، اگر سوالشون دو تا تیک خورده و مدت زیادی از وقت پرسیدن سوالشون گذشته، لطف کنن به یوتیوب و فیسبوک سر بزنن و بررسی کنن در برنامه قبل شاید جواب داده شده باشد. البته سعی بر این هست دوستانی که سوالشون پرسیده شده رو جواب بدیم و بگیم که سوال شما در فلان برنامه بیان شده، ولیکن از اونجایی که تعداد سوالات زیاده و گاهن فرصت نمیشه جواب تک تک عزیزان رو داد، اگر میبینید که یکی دو روز میگذره از بعضی سوالات و جواب نمیرسید، پیگیری بکنید انشاءالله. یا لینک یوتیوب در اختیارتون گذاشته میشه یا بهتون اعلام میشه چه روزی سوالتون پرسیده شده، یا اینکه اگر منتظر باشیم که جواب رو دفتر مرجعیت بدن، انشاءالله بعد از اینکه جواب بدن خدمتون عرض خواهیم کرد. جناب استاد بفهمید اگر صحبت مقدماتی هست در خدمت. خواهش میکنم، در خدمت هستم. و اما سوالات امروز شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. آیا مسیحی و یهودی ها با اینکه آنها کتاب آسمانی و پیغمبر دارند، دست و بدن آنها نجس است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اهل کتاب بنابر احتیاط واجب باید از تماس، مخصوصا اینکه اونها یا ما مرتوب باشیم، چنین تماسی بنابر احتیاط واجب برحذر بود، مگر اینکه مثلا طوری باشه که عسر و حرج پیش میاد، در اون شرط اشکالی نداره، اما علی کل حال بنا به احتیاط واجب باید پرهیز کرد. با سلام، غسل جمعه با غسل جمعه بدون وضو می شود نماز خواند یا نه؟ بنا به فتوای حضرت آیت الله العظما شیرازی، فقط غسل از جنابت قطعی است که کفایت از وضو میکنه و ما بقیه غسل‌ها کفایت از وضوع نمی‌کنه. تسبیحات اربعه نماز را می‌شود بلند بگوییم؟
تسبیحات اربعه رو باید آهسته گفت. اگر کسی حواسش نیست و بلند شروع کرد به خوندن، هر زمان که متوجه شد باید ادامه رو آهسته بخونه. نیاز به تکرار و اعادش هم نیست؟ نه. بیننده بزرگوار مقلد آقای سیستانی هستن، پرسیدن که با سلام و خسته نباشید، فیلم یا سریالی که باید سی دی آن خریده شود ولی بدون خریدن آن را از اینترنت یا ماهواره ببینیم چه حکمی دارد؟ اگر که فیلم طوریه که امتیاز داره و صاحب امتیاز راضی نیست و یک کسی مثلا بدون اذن و اجازه گذاشته، خب نباید نگاه کرد. اما اگه نه، مثلا صاحب امتیاز خودش گذاشته، یعنی که صاحب امتیاز خودش اصلا براش فروخته و اونی که خریده داره، یعنی این امتیازش حالا یا فروخته شده یا راضیه، بله، ایرادی نداره در این صورت. بله. بیننده بزرگواری مقلد آقای صافی هستن، پرسیدن که آیا اگر هلال ماه بلند بود، بله، دلیل بر شب دوم ماه قمری می شود؟ نه، هیچ دلیل شرعی نداره. یعنی بعضی از ماه‌ها همون شب اول ماه خیلی بلنده و این دلیل نیست که اگه ماه بلند بود پس حتما دیشب شب اول بوده. بله. برای رشته پزشکی مجبور به دست دادن به مرد نامحرم هستیم، آیا اشکال دارد؟ ایشون مقلد آقای سیستانی هستن. بله، جایز نیست دست دادن با نامحرم، مگر اینکه خب مثلا ضرورته. اگه یک ضرورتی پیش اومده، خب اونم با حائل در حد ضرورت فقط. بیننده بزرگوار مقلد آقای فیاض هستن، پرسیدن که آیا جلوگیری از بچه دار شدن جایز است؟ بله، جایز، ایرادی نداره. کسی دوست داره بچه دار میشه، کسی دوست نداره، جلوگیری ایراد شرعی نداره. بعد اگر چنانچه نذر با صیغه شرعی جاری نشده باشد، آیا قطع آن جایز است؟ یعنی هرچند بهتر اینه که این قطع نکنن، اما خب چون صیغه جاری نشده جایزه، علی کل حال میشه قطع کرد. بعد سرگواری پرسیدن که حکم ترشحات مشکوک زنانه رو بفرمایید. تا وقتی که یقین به خون نباشه محکوم به طهارت. بله. آیا می توان برای چند میت یک نماز میت خواند؟ ایرادی نداره، در صورتی که خب ضمائر اون رو مثلا جمع به کار میبرن دیگه. بله. همه نمازم رو، بیننده اینطور پرسیدن که مقلد آقای وحید خراسانی هستن، همه نمازم رو نمیتوانم به صورت ایستاده بخونم، تکلیفم چیه؟ هر قدری که انسان میتونه ایستاده بخونه باید همون اندازه ایستاده بخونه. فقط چیزی که باید رعایت بشه اینه که در حین حرکت نباید ذکری گفته بشه. یعنی الان شما این قدر مثلا فلان اندازه نماز رو میتونید ایستاده بخونید، الان دیگه نمیشه، مثلا ضعف دارید یا درد دارید، هرچه الان بعد ذکر رو قطع کنید بدون اینکه ذکر بگید، بشینید رو صندلی نماز مثلا و بعد که بدنتون استقرار پیدا کرد ادامه میدید، یا برعکس میخواید بلند شید ذکر رو قطع میکنید، وقتی که ایستادید بدن مستقر شد ذکر رو شروع میکنید. بله، ممنونم از توضیحتون. آیا سرمه مانع وضو است؟ اگر سرمه ایست که جرم داره و مانع رسیدن آب به پوست میشه، بله، وگرنه اگه جرم نداره نه، مانع از وضو نیست. اینهایی که موهاشون رو رنگ میکنند برای غسل ایرادی ندارد؟ برای غسل باید آب به پوست برسه، خود رنگ ظاهرا جرمی نداره، اما حالا اگه رنگ یه چیزی بود که جرم داره، چون باید به پوست برسه و روی مو حتی اگر جرم هم باشه مانع ایجاد نمی‌کنه. بله. کسی که به خاطر عدم وجود آب با تیمم نماز بخواند، آیا باید بعدن که به آب دسترسی پیدا شد مجددا قضا کند نمازش؟ نه دیگه، اون وظیفش تیمم بوده، نمازش هم صحیحه، اما از این به بعد که مانع برطرف شده دیگه نمیتونه دیگه از این به بعد برای نمازهای بعدی باید با وضو باشه، اما اون قبلی هایی که وظیفش تیمم بوده
و با وظیفه تیمم نماز خونده اونا دیگه لازم به عاده نیست. بله. آیا کراهت دارد روزه دار عطر استفاده کند یا اینکه روزه رو باطل میکند این کار؟ نه کراهت نداره، روزه هم باطل نمیکنه، اتفاقا استحباب هم داره. بله. وقتی که از موبایل دیگری آیه سجده دار میشنوم آیا بر من سجده واجب است؟ حضرت آیت الله العظما شیرازی احتیاط وجوبی دارن که اگر از موبایل، تلویزیون، جایی آیه سجده دار سجده واجب شنید، انسان باید احتیاط وجوبی دارن که سجده بره. بله. من وسواس گرفتم متاسفانه و همش احساس میکنم همه چیز نجس است. راه حل چیست؟ در دین مقدس اسلام روایاتی هم داریم، دستورم هم همینه که بنا بر همه چیز رو باید بنامون اینه که این طاهره، همه چیز طاهره، بنا رو بر پاکی بذاریم. آها. مگر اینکه نجاستش یقینی بشه برامون. الان ما آمدیم اینجا طاهره، نمیدونیم اینجا قبل از ما کسی مثلا نجس نکرده باشه، نمیدونیم طاهره. حالا اگر دیدیم این لکه خون جا دیدیم، این دیگه یقین کردیم الان خونه دیگه، این دیگه نجس، مطمئن باشه. حتی اگر قرمز باشه و شک کنی که خونه یا نه، نمیشه، ممکنه جوهر باشه. اما اگه یقین شد که این خونه، یقین شد نجاست و یقینی شد، اون وقت نجسه. در غیر این صورت طاهره. یعنی شما یه لباس مثلا نمیدونیم، اگه تو این بنا به طهارت میذاریم، حتی نماز بخونیم تا وقتی نمیدونیم دیگه. بله. وقتی یقین پیدا کردیم یه چیزی نجس شده یا نجس هست یا عین نجاست هست، اون موقع این دیگه نجسه. بله بله. میتونیم میان برنامه ببینیم یا اینکه سوال بپرسم؟ خب در مورد اقتصاد بشنویم از بیانات آقای شیرازی. بیت المال اسلامی نه تنها برای مسلمانان، برای سایر اقلیت‌های مذهبی نیز کارآمد است، طوری که در تاریخ علی ابن ابی طالب علیه السلام ثبت شده تا الگویی برای سایر حکومت‌ها باشد. روزی امیرالمؤمنین دید پیر مردی در کوچه‌های کوفه از مردم تکدی می‌کند. آن حضرت با تعجب از مردم حاضر پرسید: این چیست؟ جواب دادند: این عمل تکدیگری است. و این مرد نصرانی است که برای امرار معاش به تکدیگری دست زده و به مردم پناه آورده است. امیرالمؤمنین مردم و مسئولان آن زمان را ملامت کرد، زیرا حکومت اسلامی حقیقی وضعیت زجرآور را برای مسلمانان و سایر انسانها نمی پسندد و در آن نباید گرسنه و نیازمند وجود داشته باشد، حتی اگر غیر مسلمان باشد. این یعنی اسلام اصیل و اقتصاد اسلام تحریف نشده این گونه است. از آن زمان تا کنون که پیشرفت اقتصادی در اکثر نقاط به بالاترین حد رسیده، چنین برنامه اقتصادی که فقر را این گونه ریشه‌کن کنند دنیا به خود ندیده است، طوری که وجود حتی یک فقیر در کشور اسلامی سبب تعجب و حیرت شود. چقدر این اسلام زیباست. زیبایی های این اسلام اگر به بت پرستان، نصرانیان و به سایر کفار دنیا برسد و به آن یقین پیدا کنند، قطعاً با آغوش باز در برابر آن تسلیم خواهند شد. این تنها گوشه ای از تاریخ عملی امیرالمؤمنان است که نشان می‌دهد فقر در دولت اسلامی حقیقی جای ندارد و مسئولان حکومت اسلامی ساختارهای اقتصادی جامعه را باید به گونه ای تنظیم و اجرا کنند که در قلمرو اسلامی حتی اقلیت‌های مذهبی نیز روی فقر و محرومیت را نبینند. چه رسد به مسلمانانی که در حکومت اسلامی به سر می‌برند. هرچند اقتصاد سالم اسلامی تنها در حکومت کوتاه مدت امیرالمؤمنان علیه السلام اجرا شد، نتیجه مثبت و بی‌نظیر آن هنوز هم در تاریخ می‌درخشد. بله، مقطعی که شنیدی طبق عرض قبلی بنده از صحبت‌های مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمای شیرازی بود در مورد اقتصاد که دوستان بنده در شبکه مرجعیت تبدیل به کار گرافیکی و زیبایی کردن که تقدیم شما شد. خب و اما ادامه سوال‌ها. سلام و عرض ادب.
اگه حق و ناس به گردنمون باشه که اون دنیا برای طرف و این طرف مقابل مشخص میشه که این حق و ناس را انجام دادیم، چجوری میتونیم اون حق و ناس را از گردنمون برداریم؟ آیا میشه با قرآن خواندن و یا صلوات برای ایشون این حق را برداشت؟ عرض شود خدمت شما که حق و ناس با حق الله فرق داره. بله. حق الله مثلا واجباتی است که انسان ازش فوت شده، نمازی قضا شده، روزه ای مثلا خدای تعالی میفرماید که قضا کنید، توبه و استغفار هم کنید، من میبخشم، تبدیل به حسن، گناه کردی تبدیل به حسنات میکنم، واجباتت اگه فوت شده انجام بده. حق الله رو خدای تعالی آسون گرفته، به شرطی که توبه کنیم، به شرطی که عمدی نباشه، مثلا ترک واجبمون عمدی نباشه، انجام حرام عمدی نباشه، از روی جهالت و ناپختگی باشه. یه حق و ناس داریم. حق و ناس رو خدای تعالی کاری نداره، حق اوه، حق خدا. خدا میگه حق من، میبخشمت، تبدیل به حسنات هم میکنم. اما حق و ناس، حق و ناس اینجوری نیست که مثلا یه قرآن بخونیم یا دعا بخونیم یا نماز بخونیم، نه. حق و ناس بعد چی بوده؟ مثلا پول طرف رو خوردیم، بعد اون پول رو بهش برگردونیم، خسارتی که تو این مدت کرده بهش برگردونیم، یک لطمی به هر حال بعد جبران کنیم. حق و ناس بعد جبران، هر چه بوده. هر حق و ناس فقط مادی حساب میشه؟ نه نه، هر چه اگر... بوده، هر چه بوده. مثلا آبرو طرف رو بردیم، دو راه بیشتر نداره، یا بعد جبران کنیم، مثلا پولش بوده بعد بهش بدیم، خسارتش هم بهش بدیم. بله. یا آبرو بعد جبران کنیم، یک. دو، بعد رضایت بگیریم، مثلا پول. بله. الان من مثلا حق و ناس گردنمه، اینقدر مبلغ بفرم، یا بعد برم پوله بهش بدم و اصفایی هم بکنم و خسارتش هم جبران کنم، یا بعد دارم حالا بگم ببخشید، حالا مثلا اون منو ببخشه، واقعا بگه خب اون طرفه که با اشکالی نداره، شما مثلا حالا نیاز داشتی، من از پولم گذاشتم. برای این باید راضی بشه، یا مثلا حقش رو بگیره، یا آبروش رو بردی، بعد ببخشتت، بگه ولش کن دیگه، نمیخواد پی جریان رو بگیری، من بخشیدمت ولی دیگه نکن از این کارا مثلا. بله. یا اینکه بگه نه، تو آبرو من بردی، الان مثلا این مردم اینجوری در مورد من فکر میکنن، خب بیا برو پس درستش کن، همونجوری که بیا برو بگو اشتباه کردی. بله. بگو مثلا برا درست. در مورد حق و ناس همینه، مادیه بعد جبران بشه، غیر مادی هم هست باید جبران بشه. خب بعضی وقتا طرف مقابل در جریان نیست. مثلا برای من پیش اومد که مثلا ما پشت سر یک نفر حرف میزنیم، اون شخص مثلا در جریان نیست، اصلا پشت سرش حرف زدیم، اگر هم بریم بهش اعلام بکنیم که من این کار رو کردم، شاید بدتر از اون چیزی بشه که حرف زدنمون تأثیر داشته. خب برخی از قسم حق و ناس که اینجوریه، آقایون فقها هم فتوا میدن، چون مفسده داره، الان اگه بخوایم بگیم مفسده داره، این رو لازم نیست بهش بگیم، اما باید جبرانش کنیم. یعنی شما اگه مثلا من اگه اومدم پیش شما آبروی کسی رو بردم، خب حالا من اگه بخوام برم به او بگم، خب بدتر میشه، مفسده داره. خب اینجا میگن نمیخواد بری بهش بگی، ولی خب من بعد بیام پیش شما که آبروم بردم درستش کنم، بیام بگم که آقا این من ببخشید اشتباه کردم، یعنی یه جوری که طرفم باور کنه، یه وقت فکر کنه داریم شکست نفسی میکنیم مثلا، دیدی که یه جوری هم میگیم که بدتر میشه. باید حق و ناس باید جبران بشه. حالا اگه مثل این موارد که مفسده داره گفتنش، آقایون میفرماین نگید، اما نگید به خودش نگید که مفسده پیش نیاد، اما اون مثلا به صاحب حق نگید، اون کاری که کردی در حق اینو باید رفت درست کرد، پس حق و ناس باید جبران بشه، حالا یا مالیه یا اقتصادیه یا غیر هرچه هست، این بعد حالا یا به خودش میگیم یا نمیگیم، حق و ناس باید جبران بشه، یا رضایت طرف، یا بهش برگردونیم، حالا آبروش بوده یا مالش بوده، یا در نادر قضایایی کم پیش میاد مثل این مورد که ده. اگه گفتنش مثلا، حالا یه وقت هست که ما اگه یه چیزی بگیم، یه کاری کردیم، در یه بدی در حق کسی کردیم، خب کار بدی کردیم، الان هم نادمیم، تو میخوایم توبه کنیم، حالا اگه بریم بهش بگیم دعوا میشه، اصلا ممکنه مثلا یه عده هم دیگه رو بزنن، یه کسی کشته بشه، یعنی این مفسده یه بزرگی داره. اینجا نباید رفت گفت اگه بریم بگیم بدتر از اون کار اولیه.
اما در عین این که نباید بگیم درستش هم باید بکنیم. در حال با آبروی این بازی شده، الان باید درستش کرد. این حق الناس باید جبران بشه. ببخشید من بیشتر از خواهش میکنم سوال این بزرگوار پرسیدم ازتون. خب از شخصی غیبت کردم، لطفا راهنمایی بفرمایید که چه کار کنم. همون دیگه فکر کنم جوابش دادین دیگه. کسی که غیبت کرده اگر مفسده‌ای به وجود نمیاد بعد بره حلالیت بطلبه. اگر مفسده‌ای پیش میاد با این گفتن باید، خب نمیخواد به او بگه که من غیبتت کردم، اما اگر آبروش رو برده بعد بره درستش کنه و توبه کنه. توبه خیلی، توبه یعنی عملی رو خدایا من انجام دادم از روی جهالتم، دیگه نمیدم، تمام شد. و از این دیگه هم نه اینکه امروز مثلا ما بیام از این شخص حلالیت بطلبیم فردا بریم بشیم غیبت کسی دیگه بکنیم. یک چیزی هم باب هست، حالا جسارتا من دوباره میام صحبت شما، گاهن مثلا یک جوری طرف مقابل صحبت میکنه، از یک نفر غیبت میکنه، میگه میرم به خودشم میگم، این غیبت حساب نمیشه؟ یا غیبت تا وقتی که بهش بگه غیبت حساب میشه؟ ما اجازه، حتی اگه بره به خودش بگه، اینجا اجازه نداره بگه. نیه مسئله نیست. غیبت یعنی یک عملی که در یک خواهر یا برادر مسلمان ما هست و ما و او هم راضی نیست به بیانش. بله. و ما جایی میریم میگیم هست، این کار است، هست و ما میریم میگیم پشت سرش. تهمت چیزیه که در این نیست، اصلا این تهمت نیست، این چیزی که حالا نسبت میدیم در این نیست و میریم پشت سرش هم میگیم یا حتی جلوش هم میگیم. بله. اینجوری. حالا فقط در یک باب مثلا، اونم نه که واجبه آدم غیبت کنه، غیبت محسوب نمیشه، اینی که انسان فاسق بشه، یک گناهی رو علنی انجام بده. مثلا یک کسی یک کاری که گناه هست رو علناً انجام میده در همون مقت، یعنی در همون مقدار، در همون مقدار، در همون مقداری که اطرافیان میدونن این خبر. نه در همون مقدار گناهی که داره علنی انجام میده. خب مثلا فرض کنید که وایستاده وسط کوچه علیاذ بالله مشروبات الکلی میخوره، اگر که یک جای، نه که واجبه ها، جا یعنی غیبت محسوب نمیشه، یه جایی گفتیم فلانی، بعد اینم دائمی ها، این یه بار کاری کرده دیگه نکرده، نه آقا این اصلا ابایی نداره، هر روز میاد وسط کوچه وای میسه مثلا فلان گناه رو انجام میده، در همون هیته، یعنی در همین شرابی که مثلا فرض کنید علنی میخوره، اگه جایی گفتیم این، چون این فاسقه، این خودش برای خودش ارزش، شاید مشهور باشه اصلا به همین کار، در همین حد. حالا همین کسی که میاد این کار، این حرام رو علنی انجام میده دائما و هر روزم انجام میده، ما باز اجازه نداریم یه کار دیگه اش، یه گناه دیگه او که علنی نیست بریم بگیم. این در همون حیطه منظورم اینه. بله. خیلی ممنونم جناب استاد، دست شما درد نکنه. از شما عزیزانم ممنونم. انشالله الباقی سوالات رو در برنامه بعد خواهم پرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا برحمت که یا ارحم الراحمین. ممنونم از همراهیتون، ممنونم از اینکه برنامه رو دنبال میکنید از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک، از دو صفحه امام حسین، شبکه امام حسین علیه السلام، و همچنین از صفحه توضیح المسائل. دوستانی که موفق نمیشن برنامه رو مشاهده کنن به صورت پخش زنده، میتونن تقطیعات برنامه رو بعداً از اینستاگرام پیگیری کنن با هشتگ توضیح المسائل. همین هشتگ رو اگر در یوتیوب و فیسبوک هم بزنید میتونید انشاءالله به لایف هایی که ذخیره شده در روی فیسبوک و یوتیوب برسید انشاءالله. امیدوارم که تا جایی که بشه ما سوالات شما عزیزان رو جواب داده باشیم و فکر نمی کنم سوالی مونده باشه که بدون جواب گذشته باشیم ازش، مگر اینکه واضح نبوده برای ما. ممنونم. در پناه امیرالمؤمنین باشید. یا علی مدد. السلام علیکم.